نقطه مشترک اشتراک کننده همی است که برای رای حل برای معضل افغانستان پیدا کنیم و مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان از یک میدان کشمکش و رقابت، از یک نظامی که هیچ نوع مشروعیت و رسمیت نداره بیرون کنیم. ما فکر نکنم که این نشست برای موافقت یا مخالفت با کسی دایر شده باشه. هدف اصلی از این نشست افغانستان و مردم افغانستان هست. در سال گذشته بدون شک علی خصوص در ابتدا دیدگاه شاید که در منطقه و فرامنطقه و در دنیا می بود که طالبان ممکن تغییر کرده باشند، وعده‌هایی را در دوحه دادند و شاید یک دولت مشارکتی و فراگیر بگیرد که استوار در بعض اصول انسانی و اخلاقی است بسازد. اما ما اگرچه ما از ابتدا میگفتیم که این تغییر نیامده، ما به خاطر اون بیشتر که من در سوال خواهرم گفتم ما تمام تلاش به این که به قبل مراحلی را پیدا بکنیم انجام دادیم، چون ما میدانستیم اینا تغییر نکردن، ما حرف خود را رساندیم، اما منتظرم بودیم که دنیا و نتیجه که ما رسیده بودیم برسیم. امروز بعد از گذشت یک سال با صحبتهایی که دکتر سیدی ماز گفتن که متاسفانه کشور ما به چه حالت قرار داره، به چه شرایطی قرار دارد، اینکه ما به شما شاهد نیستیم که تلاشی صورت میگیره تا آرام آرام صدای مردم افغانستان شنیده شود و راه‌حل‌های عملی آرام آرام پیدا شود و حل مشکل افغانستان در حمایت جامعه جهانی و ملی‌گرا که ما شاهد یک حکومت برآمده از تصمیم مردم افغانستان و پاسخگو به مردم افغانستان و همچنین دیگر با احترام و همسایگان منطقه و علل خصوص قوانین بین‌المللی باشد، چون شرایط فعلی و طالب ها به هیچ کدام از این مسائلی که گفتم باورمند نیستند. و امروز یک قدم ابتدا نیست و ما با نمایندگی از عزیزان و دوستانی که در کنفرانس امروز اشتراک کردن با درک این که امروز مردم افغان و مردم کشور ما در این شرایط سخت قرار دارد و ما باید مشترک یک تصمیم جدی را بگیریم، اینکه حضور پیدا کردیم یک قدم ابتدایی است و امیدوار هستم که نتیجهش یک برنامه کلان باشه که یک گفتمان ملی کلان ایجاد بکنه و با حمایت دنیا و منطقه ما بتوانیم که شاهد افغانستان آزاد و آزاد مستقل باشه. در بخش دوم سوال دارم، بازم تاکید میکنم که مقاومتی که انجام شد دفاع از حق اولیه هر انسان بود و در مقابل هر متجاوزگر این حق دینی مردم افغانستان است، این حق اسلامیشان است، این حق قانونیشان است که وقتی بالای ملت و مردم و بالای خانه و کاشانه و زندگی و زن و فرزندشان همه صورت بگیره از خود دفاع کنه. اصل نیت مقاومت دفاع از ملت و مردم افغانستان است. اما این که گفتید که چرا گسترش پیدا نکرد، شما میبینید که مساحی مخالفت با طالب، ساحی نارضایتی مردم افغانستان از پکتیا شروع تا هرات و بدخشان و بخار است. اما این که چرا در دیگر نقاط این اتفاق نیفتاده، واقعاً این نیست که مقاومت ما فقط و فقط تا امروز در دولا خداوند و پایین با حمایت خود مردم افغانستان بودند. انگیزه به نهایت بالاست، اما ما نمیخواهیم که در این مرحله مخصوصا در این شرایطی که دنیا تصمیمش به این نیست و مسئول به ترتیب مسائل اوکراین و موقعیش و همچنین شرایط دیگه آمده، در این شرایط ما علاقمندی ما نیست که با دفاع مشروع از ملت ما و دفاع قانونی و دفاع در مقابل متجاوزین در عین حال اصل هدف ما قسمی که قهرمان ملی در دوره مقاومت اول میگفتیم افغانستان راه حل نظامی ندارد، راه حل سیاسی دارد. ما تمام تلاش‌های ما به این است که راه حل سیاسی به مشکل افغانستان پیدا شود.